فیلم سینمایی مرد ناآرام که تو سال 1354 ساخته شده از این قراره. بعد از اینکه پدر رضا توی روز عروسی پسرش توسط قاچاقچیای مواد کشته میشه، رضا به کمک همسرش قصد پیدا کردن قاچاقچیا و انتقام از اون رو داره. بخشایی از فیلم مرد ناآرام رو با هم تماشا میکنیم. اما اون یکی تازه شروع کرده، بالاخره اونم خوب میشه. تو کجایی؟ فیلم سینمایی هزار بار مردن که تو سال 1356 ساخته شده از این قراره که محسن بعد از ترک شدن توسط خانواده و انتقال به پرورشگاه با نوجوانی به اسم احمد آشنا میشه و از پرورشگاه فرار میکنه. سالها بعد محسن و دوستش سارقان حرفه‌ای شدن. محسن قصد داره برای بار آخر سرقت بزرگی رو انجام بده. سرقت لو میره و محسن در فرار باعث کشته شدن کسی میشه و در نهایت دستگیر رو اعدام میشه. بخشایی از فیلم هزار بار مردن رو با هم تماشا میکنیم. سلام. سلام. خیلی وقته که اومدی. نه تازه اومدم. تو کی اومدی؟ همین امروز. با کی بودی؟ با احمد بودم دیگه. معلومه میخواستی با کی باشم. الانم فرستادمش دنبال نخودسیا. رفتی یه پاکت سیگار بخره. دیروز خیلی منتظرت شدم، خیلی زیاد. دست خودم نیست، کارم طوریه که نمیتونم بگم کی برمیگردم. ولی اینه بدون هر چه که باشم به یادتم. خودت که میدونی چقدر دوستت دارم. میدونم، ولی دوست داشتن خالی به چه دردم میخوری؟ مریم، من خودم بیشتر از تو عجله دارم. فقط میخوام یه سر سامونی به زندگیم بدم. صبر داشته باش. همیشه همینو گفتی، ولی من که از تو قصر نخواستم. من حاضرم با تو باشم، حتی اگه توی زیرزمین باشه. این حرف چیه مریم؟ من نمیخوام تو را همینطوری بیارم تو خونه. دلم میخواد زندگی راحتی برات درست کنم. میخوام جلوی دوستا. فیلم سینمایی قفس که تو سال 1353 ساخته شده درباره اسقره که تحت تعقیبه و به خونه دوستش داوود پناه میبره. اسقر شب در عالم مستی با نامزد دوستش همخوابه میشه. هر دو از شرم فرار میکنن و در نهایت اسقر در آغوش داوود جان میده. بخشایی از فیلم قفس رو با هم تماشا میکنیم. چرا؟ تو به ذاتت بیاد اسقر. چرا؟ این چه حماقتی بود؟ چرا این حماقت رو کردن؟ حالا باید چی کار کرد؟ خدایا، خدایا به مرگم راضیم. این دیگه چه کاری بود کردم؟ مری،
من به مرگم راضیم ولی اون تو این دنیا فقط به من اعتماد کرده. اون نفهمه، دیوونه میشه، داغون میشه، میمیره. نه مری، نه مری، به خاطر خدا میری، به خاطر خدا اون نفهمه. فیلم سینمایی سیاه بخت به کارگردانی عباس کسایی محصول سال 1355. شهرزاد با تصمیم مادر خوندش فرنگیس برای ازدواج با هرمز مخالفت میکنه. اون با رها کردن ثروتی که پدرش برای اون به ارث گذاشته از خونه فرار میکنه و به فریدون که کافه‌ای رو اداره میکنه پناه میبره. شهرزاد بچه‌ای رو به دنیا میاره و فریدون به دلیل وابستگی شهرزاد به فرزندش قصد داره از اون سوء استفاده کنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. هم میگیری، هم پاچون میکنم. اون به زنگ ها میرسم و به عنوانی که زن وقتی یخشن رو میکسبم. اونا هم از ترس آورشون مجبورم با من کنار بیان. اینطوری میتونیم حسابی پولدار بشیم. ولی من این کاری نمی کنم. اشکالی نداره، همین الان پسر تو وردارو برو. پسر؟ ولی این پسر کم هست؟ از کجا معلومه؟ خجالت نمی کشی اینجا حرف میزنی؟ دیگه داری منو عصبانی میکنی. فورا را این خونه برو بیرون. کجا میرم؟ هر جهنم داره که دلت میخواد. برگرد خونه پدرت. من اونجا که دیگه روم نمیشه برگردم. اینجا هم جای تو نیست. برو بیرون. یاد نزم میرم. مطلع کن جلال رو بکن از باید بیا. کجا مگه خودت من از این خونه بیرون نکرد؟ تو رو بیرون کرد. بچه همه تو بیرون نکردم. بذارش اونجا. بچهت؟ تو که قبول نداری این بچه توی؟ بیشتر این موضوعی برمو جنم. یا تنها این خونه میری یا پیش بچهت میمونی. هر کاری من میگم میکنی. راحت زندگی من که نمیدونم چی باید شروع کنم. من که میدونم. فیلم سینمای میرم بابا بخرم که تو سال 1353 ساخته شده از این قراره که شهرام با مادر شیرین زندگی میکنه و قصد داره برای خودش بابا پیدا کنه. شهرام با مرد معرکه‌گیری به اسم رضا آشنا میشه و اون رو به خونهشون دعوت میکنه. شیرین از ارتباط این دو نفر رضایت نداره، اما در نهایت برای بهبود حال پسرش رضا رو به خونه میاره و رضا جای پدر شهرام رو میگیره. بخشایی از فیلم میرم بابا بخرم رو با هم تماشا میکنیم. اگه بری من خدا میندازم زیر ماشین. مگه دیوونه شدی پسرم؟ این حرفا چیه که میزنی؟ آره من که بابا میخوام. اگه تو با اون جعبو کنی دستش میخوره به تنی تو. خود نامحرمه. الهی قربون تو پسر با غیرت برم، اما اگه میخوای من با کسی دعوا نکنم تو هم باید قول بدی که با بچه ها دعوا نکنی. چی تو کوچک نخوره مرد نمیشه مامان. تو برا سود اینقدر دعوا کنی، تو باید قول بدی که دیگه با بچه ها دعوا نکنی. خیلی خوب، اگه بچه ها خواستم با من دعوا کنن چی؟ اما دعوا خوب نیست پسرم. بذار لباساتو بیارم، بعد دست و صورتتو بشورم، بعد با هم بریم خونه آقای محتشم. لباساشو شستم و اتو کردم، باید به جای کرای خونه از این کارا براش بکنم. همین متکه هرزه؟ هرزه؟ تو چه میفهمی هرزه چیه؟ ما خیلی وقتی این کارا رو کنه کردیم، از اون هرزه های روزگاره. بالاخره حسابشو میرسم. جان چه بدن داغی داری. حال بوده تا شانس از من رو برنگردنده ببینم امروز چی میکنی تو. راسته که بابا داشتم لازم نبود تو بری خونه مردم کار بکنی. مردم از بس تو امروز بابا کردی. نخیر نمیذارن مزاحم ای بی موقع آخه. کاش که این خونه مال ما بود. اون خونه چیه که ما توش نشستیم؟ کرایه این خونه خیلی گرونه. اون خونه فسقلی هم که ما توش نشستیم تا بیایم کرایه‌شو بدیم پدرمون در میاد. ای مادر، مگه میتونیم اینجور زندگی کنیم؟ قصه نخور مامان، بالاخره همچین خونه ای واسط میخرم. اجازه بده من شلوار منو کلاه منو بپوشم. لال شدم دیگه. با
بدن را در آمدم بیرون میترسم بچم یهو کرد سخودم بدم آمدم برر آمدم خانه خرابای بی ملاحظه کرد آمدم دیم آمدم کی باشد همچی میزنم توی سر آخش سلام با سلام شید.